عرض کنم که برای آموزش فلسفه اگر شخص قصد داشته باشه که اهل فلسفه به معنای حرفه‌ای کلمه بشه، فرق میکنه تا وقتی که کسی نه میخواد فقط آشنایی با فلسفه داشته باشه. اگر کسی قصد داشته باشه که به صورت حرفه‌ای اهل فلسفه بشه، فلسفه ورزی کنه و فیلسوفی بکنه، خب او باید به گمان من با یک نظام آموزشی هرمی یا مخروطی جلو بره که در این نظام آموزشی هرمی یا مخروطی شما در قاعده اون هرم یا به مخروط فرقی نیست، در قاعده اون هرم مطالب فراوانی می آموزید اما با عمق کم. بعد در مقطع بعدی بالاتر میرید، سطحی که دارید از سطح قاعده هرم کمتر میشه، اما عوضش مطالبی که میمونند روی این سطح دوم عمیق‌تر یاد گرفته میشن نسبت به مطالبی که در سطح قاعده هرم بودند. بعد در مقطع سوم باز کوچکتر میشه سطح و بعضی از مطالب مرتبه قبلی دیگه هستن حذف میشن، ولی اینایی که مونده اند باز با عمق بیشتری یاد گرفته میشن، آموزش دیده میشن. و به همین ترتیب شما میرید بالاتر، در هر مقطعی بعضی از آن چیزهایی رو که در مقطع قبلی خونده اید اینا رو حذف میکنید دیگه، چون به همون مقدار که در مقطع قبلی خونده بوده اید کفایت میکرده. اما اینهایی که هنوز از مقطع قبلی اومدن به مقطع بعدی رو باید باز به عمق بیشتر بخونید. من به این روش میگم روش هرمی یا مخروطی. ما حاصل سخن در این روش مخروطی یا هرمی اینه که اولا ما باید از یک مجموعه بزرگی از مطالب برای فلسفه خوانی شروع کنیم و بعد دامنه مطالب رو مدام تنگتر کنیم تا برسیم به رأس مخروط یا هرم. و این معنیش اینه که نمیشود کسی فلسفه دان بشه و فقط با کتابهای فلسفه آغاز کنه کار را، باید با یه مجموعه وسیع تری آغاز بکنه. معنی دوم این سخن هم اینه که هر مطلبی، هر دانشی برای فلسفه تا یک حد لازمه. اینه که نباید هر دانشی که در سطح قاعده وجود داره تا هرم ادامه پیدا بکنه. اون وقت این که چقدر تنگ میشن این سطوح بستگی به این داره که چقدر از مطالبی که در مقطع قبل یاد گرفته این کافیست برای فلسفه دانی و دیگه نباید انتقال پیدا کنن به مقطع بالاتر و باز هم به مقطع بالاتر. حالا مسئله بر سر اینه که این که ما باید دامنه علومی رو که می آموزیم ذره ذره تنگتر کنیم، ولی در این حال در هر مقطعی آنچه در اون مقطع باقی مونده رو به صورت خیلی عمیق تر یاد بگیریم، حالا این چه علومی باید در سطح قاعده فقط باشن، چه علومی باید به مقطع دومم راه پیدا کنن، چه علومی به مقطع سومم باید راه پیدا کنن، این دیگه بستگی به این داره که شما بخواید در فلسفه، در چه قسمت فلسفه حرفه‌ای باشید. اگر بخواید در مابعد طبیعی فلسفه حرفه‌ای باشید فرق میکنه تا بخواید در معرفت شناسی یا در فلسفه منطق یا منطق فلسفی حرفه‌ای باشید. بخواید در فلسفه زبان یا در فلسفه ذهن یا در فلسفه عمل یا در فلسفه اخلاق یا در فلسفه دین، دیگه بسته به این که رأس هرمتون میخواید چی باشه
معلوم میکنه که چیا باید در مقطع دوم فرو ریخته بشن، چیا در مقطع سوم فرو ریخته بشن و به همین ترتیب تا برسید به رأس هرم. خب این معنای حرفم اینه که نمیشه پیشنهاد کرد به کسی که تو برای اینکه فلسفه رو به صورت حرفه‌ای بخونی باید چه بخونی، به دلیل اینکه فقط همه رشته های فلسفه تو قاعده مشترکن، تو قاعده این هرم یا مخروط مشترکن. به محض اینکه از قاعده اومدید یک رتبه بالاتر، دیگه اینکه چیا به رتبه بالاتر راه پیدا بکنن و چیا به رتبه بالاتر راه پیدا نکنن بستگی به این داره که رأس هرمتون رو چی قرار داده اید، چه شاخه ای از شاخه های فلسفه قرار داده اید. و از این لحاظ بسته به این که شما بخواید معرفت شناسی کار کنید یا ما بعد از طبیعه یا فلسفه زبان یا فلسفه ذهن یا فلسفه عمل یا فلسفه اخلاق یا فلسفه دین یا فلسفه هنر یا فلسفه حقوق و هر شاخه دیگری، اینا دیگه تعیین تکلیفش متفاوت خواهد بود، هر کدام به صورتی، گفتم همشون فقط در قاعده مشترک. اما اگر کسی نه قصدش این نیست که فلسفه حرفه‌ای، بلکه به صورت یک آماتور، به صورت کسی که متفننانه ولو البته با احساس ضرورت میخواد فلسفه بخونه، خب این آسانتره برای اینکه کتابش معرفی شخص بکنه و بگه که این کتاب‌ها رو به این ترتیب بخون، چون این نمیخواد در یکی از بخش‌های خاص فلسفه متخصص بشه، این میخواد در واقع از فلسفه فائده‌ای عائدش بشه که احساس کرده در زندگیش این فائده به حد ضرورت رسیده. حالا چه امکان داره که شخص رو به این نتیجه برسونه که در فلسفه من نمیخوام متحرف حرفه‌ای بشم ولی با این همه ضرورت داره برام فلسفه؟ چه چیزی ممکنه شخص رو به این استنتاج برسونه؟ یکی چیزیست که ازش تعبیر میکنیم به تفکر نقادانه. ممکنه کسی گمان بکنه که در زندگی شخصی خودش یا در زندگی خانوادگی خودش یا در زندگی شغلی و حرفه‌ای خودش یا در سایر ساحت‌های زندگی اجتماعی نیاز به تفکر نقادانه داره برای اینکه در برابر آواری از باورها و عقاید و آراء و نظرات که قرار میگیره بتونه موضع خودش رو مشخص کنه که من این رأی رو قبول دارم یا قبول ندارم، این نظر رو قبول دارم یا قبول ندارم. وقت در اینجا به نظر میاد که شخص نیاز به تفکر نقادانه داره و چون تفکر نقادانه در واقع در فلسفه میگنجه، رو بیاره به فلسفه برای اینکه تفکر نقادانه خودش رو تقویت کنه. مثلا شما ممکنه که در عالم سیاست باشید فرض کنید، یا در عالم تعلیم و تربیت باشید، یا حتی در زندگی خانوادگیتون با انبوهی از آراء و نظرات مواجهید و نمیدونید که این آراء و نظرات کدومش رو من باید بپذیرم کدومش رو باید وا بزنم. خب برای اینکه بدونید چه چیزی رو باید قبول کنید چه چیزی رو رد کنید، نیاز به یک وسیله دارید تا با اون میزان، با اون ترازو، با اون سنجه، با اون معیار، با اون ملاک بتونید آراء پذیرفتنی رو برای خودتون از آراء ناپذیرفتنی برای خودتون تفکیک کنید. این معیار تفکر نقادانه است و تفکر نقادانه زیر مجموعه فلسفه قرار میگیره و طبعا شخص احساس میکنه که پس من باید فلسفه بدانم برای اینکه بتونم فلسفه بورزم، و فلسفه بورزم به معنی خاصش یعنی تفکر نقادانه بورزم. این یک انگیزه. دوم هم ممکنه وجود داشته باشه که کسی گمان بکنه که من ضرورت داره برام فلسفه آموختن، و اون نه تفکر نقادانه است و اون این که کسی گمان بکنه که من مواضع عقیدتی دارم، مواضع عقیدتی عرض کنم که دینی و مذهبی، مواضع عقیدتی دارم در عالم سیاست، مواضع عقیدتی دارم در عالم فرهنگ، در عالم تعلیم و تربیت،
ولی نمیتونم انگار از این مواضع خودم دفاع کنم. از سوی چنانم که خیلی به نظرم میاد این عقاید درستن، از سوی وقت در برابر مخاطبانم قرار میگیرم احساس ضعف میکنم. حالا چگونه این ضعف خودم رو برطرف کنم؟ خب باید مجهز بشم به فلسفه تا بتونم دفاع کنم از مواضع خودم. حالا این مواضع کاری به این ندارن که چه مواضعی باشن، هر کسی ممکنه مواضعی اتخاذ کرده باشه، دلبستگی به این مواضع داره، پایبندی داره و به نظر خودش میاد این مواضع درستن، ولی وقتی در مقابل حریفان قرار میگیره، در مقابل رقبا قرار میگیره، میبینی در موضع ضعفه. اینم ممکنه کسی رو بکشونه به این که من باید فلسفه یاد بگیرم. اما چیز سومی هم هست، کسانی هستن که نه برای تفکر نقادانه و نه برای دفاع از مواضع اتخاذ شده خودشون میخوان به فلسفه رو بیارن، و اون کسانی هم که از انواع زندگی که در تجربه تاریخی انسانها کرده اند زندگی فیلسوفانه رو میپسندند. و این سومی خیلی مهمه. یعنی چه؟ به این معنا که کسانی هستند که در طول زندگی خودشون زندگی مؤمنانه کردند، زندگی متعبدانه کردند، یعنی پیرو به یکی از بنیانگذاران ادیان و مذاهب و یکی از پدید آورندگان چیش ها و آین ها شدند و هرچه او گفته تسلیم شدند و بدون چون و چرا زندگی کردند. خب این یک زندگی است، یک زندگی عرض کنم که مؤمنانه باید تلقی کرد. کسانی نوع دومی از زندگی رو در پیش گرفتن و اونم زندگی عارفانه است. در زندگی عارفانه شما سخن هیچ کس رو بدون چون و چرا نمیپذیرید، تابع شهودهای خودتون، تابع تجارب عرفانی خودتون هستید و زندگیتون رو کاملا سامان میدید بر اساس شهودهای شخصی خودتون، یعنی تجارب عرفانی خودتون، و اتکای بر دیگری ندارید. اما اتکای بر عقل خودتون هم نمی کنید، بلکه اتکای بر اون شهودهای خودتون می کنید، اتکای بر اون تجارب عرفانی و باطنی خودتون می کنید. خب این هم زندگی عارفانه است. یک نوع زندگی سوم وجود داره که اون زندگی سوم ازش تعبیر می‌کنیم به زندگی فیلسوفانه. کسی نه متعبد نسبت به کس دیگریه و نه به شهودهای خودش و به تجارب درونی و باطنی خودش اتکا داره، بیشتر به نیروی استدلالگر خودش تکیه داره. خب اینو زندگی فیلسوفانه می‌کنه. زندگی فیلسوفانه میدونید معناش چیه؟ معناش اینه، به معنای دقیق کلمه، یعنی فلسفه را یک شیوه زندگی تلقی کردن، نه یک رشته دانشی تلقی کردن. خب بعضی از مکاتب فلسفی دقیقا این گونه بودند، یعنی فلسفه را به عنوان شیوه زندگی به مخاطبانشون عرضه میکردن، نمیخواستن به مخاطبانشون یک سلسله معلومات فلسفی یاد بدن. در روزگار باستان این مکتب ها این گونه بودن که فلسفه رو یک شیوه زندگی میدونستن. یکی سوفیست ها، کسانی که ازشون تعبیر میکنیم به امروز مثلا شکاکان. سوفیست ها در یونان قدیم فلسفه رو یک شیوه زندگی کردن میدونستن. گفتن یک روش زندگی کردن هم روش زندگی کردن است که ما پیشنهاد میکنیم. این یک دسته. دسته دوم لذتگرایان بودند. حالا چه لذتگرایان افراطی مثلا آنتیستنس، چه لذتگرایان کاملا معتدل مثل اپیکور. لذتگرایی یک مکتبی نبود برای اینکه به شما دانش فلسفی بده، میگفت یک شیوه زندگی من دارم پیشنهاد میکنم. اپیکوریان در واقع نمونه شاخص این قسم دوم هستند.
که اینا یک روش زندگی پیشنهاد میکرد. رواقیان مکتب سوم هم که فلسفه رو یک روش زندگی میدونستن، شیوه زندگی میدونستن. کسانی مثل مارکوس اورلیوس، مثل اپیکتتوس، سیسرون، سنکا، این هم یک مکتب سوم بود که این روش رو در پیش گرفت. نو افلاطونیان یعنی کسانی مثل خود فلوتین، فورفوریوس، اینا هم همینجور بودن. فلسفه رو یک، به گفته شما جوانترها، یک سبک زندگی تلقی میکردن و میگفتن ما داریم یک سبک زندگی به تو معرفی میکنیم، ببین اگر میپسندی سبک زندگی رو در پیش بگیر. در فیلسوفان جدید، یعنی وقتی که از یونان باستان بیایم به طرف فلسفه جدید، شاید تنها کسی که فلسفه رو سبک زندگی میدونست، البته این فقط رأی خود من نیست، رأی محققان فراوانی، اسپینوزاست. اسپینوزا فلسفه رو یک دانش نمیدونست، میگفت فلسفه یک نوع زندگی کردن. خب حالا میخوام بگم اگر یک شخص امروزی به این صرافت افتاد که من نه زندگی مؤمنانه میخوام داشته باشم، نه زندگی عارفانه میخوام داشته باشم، من میخوام یک زندگی فیلسوفانه داشته باشم، خب این به یک حداقل از فلسفه نیازمند، و بنابراین ممکنه احساس بکنه که من باید رو بیارم به فلسفه. من این سه تا انگیزه رو میبینم در کسانی که در زندگی روی کردن به فلسفه را نه به صورت حرفه‌ای، نه اینکه بخوان یک فیلسوف اکادمیک و دانشگاهی بشن، اما به نظرشون میاد که آدم باید با فلسفه اونسی داشته باشه، به یک این سه تا انگیزه است. خب اینجا اگر کسی اینطور باشه دیگه لزومی نداره اون روش هرمی که من برای اون فیلسوفان حرفه‌ای پیشنهاد میکردم رو سخن ازش بدیم. اینجا میشود به شخص کتابهایی رو توصیه کرد که این کتابها رو اگر بخونید برای این روکرده به فلسفه، برای تفکر نقادانه، یا برای دفاع از مواضع عقیدتی و ایدئولوژیک، یا برای اینکه یک زندگی فیلسوفانه در پیش بگیری، خوندن این کتاب ها توصیه میشه. اما این کتاب ها رو من با تکیه به حافظه نمیتونم معرفی کنم. گمان کنم قبلا یکی دو بار من فهرستی نوشتم، ولی میشود لااقل با توجه به متون فارسی ترجمه شده میتونم یک فهرستی تهیه کنم و این به صورت مکتوب در اختیارتون بگذارم، اما حافظم اون قوت رو نداره که بتونم از حافظه نقل کنم، باید به یادداشتام رجوع بکنم تا بتونم معرفی کنم.